موضوع این ویدیو معرفی بخش گفتاری آزمون تف. در ویدیوی قبلی راجع به آزمون تف، ساختار، امتیازا صحبت کردیم. در بخش هایلایت معرفی میتونید رو پیدا کنید و ببینید. امروز میخوام راجع به سکسیون آخل یا پرودکسیون آخل براتون صحبت کنم. ساختار اون از دو بخش یا دو سکسیون ا و دو هست. پارت اول اون در قالب درخواست اطلاعات بر اساس اون انونس یا اطلاعی که به شما میدن روبروی شما اگزامینتور و اگزامینتریس نشسته و باید 10 تا سوال ازش بپرسید، حداقل 10 سوال. توجه کنیم که 5 دقیقه همیشه از تعداد 10 سوال میگذره و شما خودتون رو باید برای حداقل 12 تا 13 تا سوال آماده کنید. در پارت اول رابطه رسمی هست، پس باید وووای یا شما کنید. بر اساس اون ساختارهای انتروگاتیو یا پرسشی باید سعی کنید که از یک دیورسیته یا تنوع سوالها استفاده کنید. دقیقاً این بخش یا این پارت هست که به شما امتیاز میده. سکسیون بی اورال یک انونس هست. اگزامینتور اگزامینتریس روبروی شما نشسته، انونس رو میخونید و نقش دوست شما رو بازی میکنه. پس اینجا رابطه امیکال هست. باید توتوایه یا تو خطاب کنید و در قالب یک دیسکور ارگومنتاتیو یا استدلالی باید اگزامینتور اگزامینتریس رو مجاب کنید که این اکتیویته سوسیال رو با شما انجام بده. برای ساختار این بخش یک انترودکسیون هست که شما باید اون انونس رو فرموله کنید، همه اطلاعات نسسرش رو حتما. بعدش شروع میکنید به ارگومنته که اگزامینتور اگزامینتریس حتما میگه نمیتونم یا توی وقتش رو ندارم، پول و موارد اینجوری، که شما باید در قالب چند تا دلیل، چند تا ارگومنت اون رو قانع کنید که این اکتیویته رو با شما انجام بده. بخش گفتاری شما 15 دقیقه هست که به صورت صوتی ضبط میشه و به اتاق بازرگانی پاریس فرستاده میشه و اونجا تصحیح میشه. بر اساس ساختارهای گرامری، وکاب، لکسیک و همه کنکتور لوژیک هایی که استفاده میکنید در نهایت به شما یک سطحی داده میشه. برای ایمیگراسیون که اکثرا B2+ رو میخواد و توجه کنید که کنکتور لوژیک های شما در سطح اوانسه باشن. پارت اول و دوم این آزمون شما 1 دقیقه وقت دارین که انونس ها رو بخونید و اینجا شما لژیتیم هستین، حق دارین که از اگزامینتور و اگزامینتریس سوال بپرسید که معنی این چی میشه، یا اگه حتی کل انونس رو نفهمیدید میتونید ازش درخواست کنید که به صورت کلی برای شما فرمولش کنه. و همچنین توجه کنید که قبل از این که صدای شما رو شروع کنه به ضبط کردن باید سوالتون رو بپرسید. امیدوارم مطالب مفید بوده باشه. تا ویدیو بعدی، چاو چاو.